با درودهای فراوان به شما بینندگان این برنامه ورزشی. لیورپول، شهر مهم و کارگری بریتانیا، روزی روزگاری با بیتلها که بزرگترین گروه راک در اون زمان بودند که بین 1960 تا 1970 مشهور شدند در جهان، با جان لئون، پل مکارتنی، جورج هاریسون و رینگو استار واقعا تونستن پرفروشترین و بزرگترین گروه موسیقی جهان بشن با بیش از 600 میلیون فروش آلبوم هاشون، پرفروشترین گروه قرن بیستم در آمریکا. به هر حال فعالیت این گروه به صورت خیلی جالبی در سراسر جهان لیورپول رو مشهور کرد. حالا اگر دوران بیتل ها گذشته، الان لیورپول به تیم فوتبال قرمز پوشش می‌نازه که به هر حال در لیگ قهرمانان حالا خیلی از امیدهاش رو از دست داده و احتمال داره که متأسفانه سقوط بکنه، ولی به هر حال همچنان امیدواره که در آخرین مسابقه، چون همین هفته در برابر پاریس سن ژرمن 2-1 شکست خورد و این یک نفس تازه‌ای بود برای تیم پاریسی که بتونه امیدوار باشه برای دور 1/8 پایانی. جالب این که در همون زمان که تیم لیورپول در پاریس مبارزه میکرد، پل مکارتنی هم در یکی از شهرهای فرانسه یک کنسرت داشت. اینا به هر حال یه مقداری به هم برخورد کرده بود. تیم پاریسی تونست با گل دقیقه 13 برنارد و بعد گل آقای نیمار در دقیقه 37 و تنها گل لیورپول از نقطه پنالتی 2-1 برنده بشه. حالا باید در روز پایانی باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگر پاریس بتونه تیم ستاره سرخ رو ببره، انتخاب میشه همراه ناپ و لیورپول حتما باید ناپ رو ببره. بریم به ورزش فکر و شطرنج. مگنوس کارلسون در لندن به پادشاهیش ادامه داد. در فینال لندن استاد بزرگ شطرنج نروژ برتری شد، در بازی سری برابر فابیانو کاروانا نشون داد و این آمریکایی رو تونست که بعد از یه فینال ماراتون که 19 روز طول کشید تونست شکست بده و کارلسون نروژی با 3 پیروزی دوباره قهرمان جهان شد و شماره 1 شطرنج جهان. میدونید که شطرنج برای جوانان ایرانی بسیار مورد توجه، ما چندین استاد بزرگ زن، چندین هم استاد بزرگ مرد داریم در کشورمون. اما ورزش بدون زنان زیبا نیست. در حالی که توجه رسانه‌های جهانی به تصمیم دولت برای ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌ها الان معطوفه، زنان فوتبالیست ایران موفقیت‌های خیلی ویژه‌ای به دست آوردن در زمین چمن سبز، از جمله اینکه تونستن به دور دوم مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو برسن. اگر اونها بتونن واقعا سهمیه انتخابی برای بازی‌های المپیک رو به دست بیارن، این یک واقعا شاهکار بزرگه، چون مردان فوتبال ایران یعنی تیم امید فوتبال ایران 44 ساله که حسرت رسیدن به بازی‌های المپیک رو داره. میدونید پیش از انقلاب تیم فوتبال ایران 3 بار به بازی‌های المپیک راه پیدا کرد، آخرین اون در بازی‌های المپیک مونرال بود. حتی برای بازی‌های المپیک مسکو هم انتخاب شد، اما اومدن این رژیم باعث شد که این تیم به بازی‌های المپیک نره و به هر حال یه جوری این مسئله باعث نومیدی اونها شد. در حقیقت زنان فوتبالیست ایران الان مورد توجه شبکه تلویزیونی الجزایر قرار گرفتن. 2 گزارش بسیار خوب از اونها تهیه کرده بودن. میدونید که با اون لباس‌های عجیب و غریب و روسری‌های دست و پاگیر 13 نوامبر توانستن به دور دوم انتخابی المپیک 2020 توکیو در تایلند راه پیدا کنن. همونطور که گفتم تصور بکنید که اونا بتونن به بازی‌های المپیک 2020 راه پیدا بکنن. کتایون خسرویار، مهندس ایرانی آمریکایی که هدایت تیم زیر 19 ساله های فوتبال زنان ایران را بر عهده داره، به دلیل اقداماتش در فوتبال زنان ایران مورد
تمجید فیفا قرار گرفته. اما در بندر انزلی وضع عجیب غریب تره. در شمال ایران نزدیک دریای خزر اونها 2 سال پیش تیمشون منحل شد و یکی از مقامات اون شهر گفتش که زمانی که کشتی در حال غرقه زیادیاشو به دریا میندازه. واقعا من فکر نمی‌کنم زنان علاقمند و فوتبالیست بندر انزلی زیادی بودن، بلکه خود این مسئولان زیادی هستن که باید به دریا بیفتن. به هر حال به لطف مریم ایران دوست، دختر نصرت ایران دوست، بازیکن بزرگ تیم فوتبال ملوان در جام تخت جمشید، این تیم دوباره تونسته شکل خودشو پیدا بکنه. از 13 یا 11 دسامبر دوباره لیگ فوتبال زنای ایران شروع میشه و تیم ملوان هم یکی از تیم‌های پر امیده. اینها در جایی دارن تمرین بکنن که نه دستشویی داره و نه اتاقی برای رختکن اونها. اونها لباساشون رو میان کنار همون ورزشگاه میگذارن و بعد میرن تمرین میکنن و چهره های این دختران بسیار دیدنیه، چهره های خندان و مصممشون. من برای همشون آرزوی موفقیت میکنم، همچنین برای تیم فوتبال زنان ایران. مریم ایران دوست مربی این تیم ملوان انزلی میگه که من فکر میکنم فوتبال بازی کردن در ایران وقتی زن هستید کاملا دیوانگی است و ما همگی دیوانه های هستیم که از دیوانه خانه فرار کردیم. من اگر فکر میکنم الان به حال کارگردانمون علی به خوبی این عکس این دختران رو دست جمعیشون نشون میده، میبینید که اینا چقدر مصمم و خندان هستن، علاقمند به سلامتیشون هستن، عشق به ورزش دارن و اونها رو نمیشه گفت دیوانه. دیوانه رژیمی است که اونها رو هنوز با آدمی حساب نمیکنه. یک ویدیویی هم تهیه شده که زنان رو نشون میده برای رفتن به ورزشگاه چه شوق و شوری نشون میدن، اما در مقابل اونها همه درها بسته است. در همین جا به پایان این 16 برنامه میرسیم. از همه شما خواهش میکنم که اگر نظرات یا انتقادهایی دارید برای ما بنویسید. تا هفته آینده با ما باشید. خدا نگهدار.